سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه عزیزان و تا اینجا یه کار برای کنکور انشالله دارید میخونید و حتما هم قاعدتا یه نگاهی هم به برنامه امتحانی نهاییتون دارید، ولی خب قاعدتا اهمیت اولیه برای آزمون کنکور هستش. دوستان، صحبتی که با شما دارم این هستش که در درس ریاضی خیلی از بچه ها شاید تا الان نگاه خیلی عمیق به ریاضی نداشتن. شاید دانش آموزی گفته من اصلا یاد نمیگیرم، من خیلی تلاش کردم ولی اصلا هیچ در واقع بازدهی نداشتم، تو آزمونهای آزمایشی دادم و نتیجه نگرفتم. حقیقتش اینه که بچه ها، آزمونهای آزمایشی اسمش روشه، برای اینکه تو فقط خودتو آزمایش کنی ببینی آقا من چقدر یاد گرفتم. خب وقتی یاد نگرفتی، اگه نتیجه نگرفتی، میتونی یه مقدار در واقع روشت رو تغییر بدی. و نکته مهم اینه که بدونید که حجت تمام بر توی آزمون آزمایشی نیستش، یعنی دانش آموز قطعا میتونه نتیجه خیلی بهتری توی کنکور سراسری بگیره. یعنی اگر سوالات رو مفهومی نگاه بکنه، کافیه دانش آموز توی آزمون‌های آزمایشی سوالاتش رو که واقعا در سبک کنکور سراسری پاسخ بده، روز کنکور مطمئن باشید در حد زیادی اگر 1400 رو فاکتور بگیریم، بر محتوای کتاب درسی داره تکیه میکنه. یعنی در واقع چارچوب کتاب درسی که فوق العاده تکیه بر مفهوم اصل هر مطلبی میکنه، توی بحث تابع، توی بحث حد و پیوستگی، توی بحث مشتق و کاربرد مشتق، اگر مفهوم اصلیش رو بفهمید، هم تست های سراسری رو میشه خیلی خیلی در زمان کمتری پاسخ داد و اصلا هم سخت نیستش. کافیه یه نیم ساعت 45 دقیقه دانش آموز وقت بذاره و فرقی نمی کنه دوستان، اصلا مهم نیست. مهم اینه که تو واقعا بخوای. آقا من تا الان تو ریاضی نتیجه نگرفتم، از الان میخوام همین 4-5 ماه بشینم خوب گوش بدم ببینم واقعا میشه ریاضی رو فهمید. دانش آموزانی که 0-0-0 هستن، یعنی پایه ریاضیشون تا الان ضعیف بوده، یعنی توی آزمون 10%، 5%، 15%، زیر 30% کسب میکرد، هر آزمون آزمایشی، بیشتر سعی میکنیم ابتدا به درد اون دانش آموزان بخوره، لول میایم بالا. یعنی یه 30-40 دقیقه بگذره از ویدیو، سعی میکنیم یه مقدار تستا رو جوندارتر کنیم. اصلش هم همینه، اون دانش آموزی هم که الان داره 50-60-80 خود 100 شاید میزنه، اون هم بچه ها از همون جا اومده بالا. یعنی فکر نکنید درصد 10-15% که امیدی بهش نیست. خیر، من خودم 16 سال پیش کنکور دادم، 84 کنکور رشته ریاضی فیزیک دادم و 98.2% ریاضی بود. ولی میدونید توی آزمون‌های آزمایشی هر جا شرکت می‌کردم، تو این برهه بیشتر از 50-55 نبودم. یعنی امیده که دانش آموزی که الان 10-15-20 میزنه، تو این 3-4 ماه خودشو برسونه به 50-55 هست، بازم جای کار داره. میشه بچه ها، فکر نکنید دیگه الان دیگه تموم شد، دیگه مبحثو ببندم، هرچی تا الان خوندم همونا رو برم کار بکنم. خیر، من سعی میکنم در واقع مبحث حد و پیوستگی و حد رو امروز روش کار بکنیم و یه مقدار از توابع داره قدر مطلق هم که خب سوالات کنکور سعی میکنه جایی که میخواد مفهوم اصلی رو به چالش بکشه، بچه ها یه قدر مطلق تو سوال بیاره، یه جزء سعی، یه براکت بذاره توش، اونا رو خیلی ساده بشکنیمشون، از بین ببریم و تبدیلش به یه تست ساده بکنیم. پس بچه ها، کسایی که درصد 10%، 15%، زیر 20% هستن، حتما ویدیو رو تماشا بکنن. کسی که الان داره خودش 50-60 میزنه، آن به اون صورت نیست که فکر کنید همه رو بلده، اونجا من چیزی که میگم شاید براش به درد نخور باشه، نه، میتونه به درد اونم بخوره. 30-40 دقیقه انشالله بگذره و اون 10 دقیقه رو با آخر یه مقدار لول ببریم بالا و سعی بکنیم بعضی از تستا رو هم از 1400 که بچه ها
خیلی سخت میدیدن اون تستا رو یه مقداری باریک بین بهش ببینیم. ببینیم نه تست سخت نبوده، دانش آموز چون فضای سختی بوده سوالات فکر میکرده اون سوالات هم سخته. یعنی کلا بهش بگه 1400 میگه ولش کنیم که از محتوای کتاب درسی خارجه. خیر، یعنی حداقل چند تا سوالو من به جرات میتونم بگم تو 1400 یکم به یه سبک دیگه با یه تغییر کوچیک دیگه خواهیم دید اون سوالاتو. پس دانش آموزای عزیز من سعی بکنن اول اگر تا الان کلاسی شرکت کردن، اگر تا الان جزوه‌ای مطالعه کردن، اشکالی نداره، هر چقدر که فهمیدی بیا اینجا، خب اون مطلب رو زودتر تو میفهمی. اگرم هیچی نفهمیدی صفر صفری بازم خوبه، صفر صفر رو بشین اینجا و گوش بده. ما سعی میکنیم توی چند تا نکته و تست مباحث اصلی ریاضی رو که حد و پیوستگی مشتق و کاربرد مشتق تابع معادله و نامعادله و مثلثات هستش تو این نکته و تستا پوشش بدیم و سعی میکنیم توی جزوه‌ای هم که مخصوص این بچه ها داریم میدیم بیرون نکته و تست رو با تومعنینه و واقعا بشینن با هدف تماشا بکنن. یعنی به این صورت نباشه که بگه خب من ببینم چطوریه، نه بیا آقا یه قلم کاغذ جلوت بذار، دو تا تست من دارم میزنم، سومی رو با من همراه بشو. محاله، اصلا امکان نداره اون تست برات مشکل زا بشه. پس کارو شروع میکنیم. فقط بگم بچه‌هایی که در واقع الان همین الان در حد صفر، یعنی میگه اصلا من کلا تا حالا به ریاضی میرسیدم رد میکردم، باش یه لحظه اون هم بشینه ببینه میتونه بفهمه ریاضی رو. اگر فهمیدی نگاه به این نکن که الان نمیتونی تست بزنی، لولت اومده بالا، ریاضی رو فهمیدی، زمان هست 4 ماه، میتونیم تو این مدت در واقع بالا پر بهش بدیم هر مبحث رو، همینجوری از لول معمولی بیای بالاتر تا اینکه همینجوری امید هستش که تو این مدت حتی دانش آموزی که درصدش صفر صفره زیر صفره بیاد یه درصد خوبی رو بزنه که باز بتونه اون رشته‌های اصلی که دوست داره تو رشته ریاضی یا تجربی به هدفش برسه. خب من کار رو شروع میکنم. مبحث حد و پیوستگی هستش که عرض کردم مبحث حد رو امروز میخوایم بهش بپردازیم و دانش آموزی که اول صفر صفر هستش و اصلا نمیدونه حد چی هستش، اصلا حد داره چی میگه. من تابع رو میدونستم دهم یازدهم آخرش باز حد بود، من نمیدونم، نفهمیدمش. امسالم بازم همونطوریه. خب ببینیم چیکار کنیم. بچه‌ها حتما تا الان دیدید لیمیت اف ایکس وقتی که ایکس میل میکنه به سمت آ گفته جواب شده ال. مفهوم این چیه؟ این چی نوشته الان؟ هیچی ننوشته بچه ها، فقط نگاه کن. یه تابع برات مثال بزنم، اف ایکس مساویه با دو ایکس به علاوه یک. من میخوام ایکس هام رو به یه عددی نزدیک بکنم، اون عدد رو مثلا من 1 انتخاب کردم. من برم ببینم اگر بخوام اعداد ایکسم رو به 1 نزدیک بکنم ایگرگشون به چی نزدیک میشه. اون هم ببینید، من شکل تابع رو هم بکشم در 1 هم ببینیمش چطوری هستش. بچه من از راست یا از چپ باید به 1 نزدیک بشم؟ پس اولین مطلبی که در حد باهاش روبرو میشیم این هستش که بگیم میخوای بیای به سمت آ از راست، پس بچه اون مثبتی که بالاش گذاشته میشه یعنی راست، اون مطلب اون منفی که بالاش گذاشته میشه میشه از چپ، یعنی قرار من x رو به آ نزدیک کنم از سمت راست یا از سمت x هایی که از آ بیشترند که قاعدتا روی محور x بیشتر از 1 میشه دست راستمون. پس من اینجا اولین چیز باید اینو بگم آقا از راست یا از چپ. پس اینجا ببینیم، من میخوام لیمیت
اف ایکس رو حساب بکنم وقتی که ایکس میخواد میل بکنه به سمت یک از سمت راست، بیا به سمت یک از راست. آقا اگه ایکس من اینجا یک و یک دهم باشه، ایگرگ من میشه چند؟ دو و دو دهم با یک میشه چی؟ سه و دو دهم. بیا نزدیکتر، بیا نزدیکتر، یک و یک صدومش کن. یک و یک صدوم بذاری میشه چی؟ یک و یک صدوم میشه چی؟ میشه دو و دو صدوم با یک میشه سه و دو صدوم. نزدیکترش کن، یک و یک هزارم، دو برابرش کن یه دونه اضافه، باز میشه سه و دو هزارم. ببین بچه ها بعد اینجا نگاه کن، من هرچی ایکس رو به یک دارم نزدیک میکنم، ایگرگاش هم داره به سه نزدیک میشه، داره به سه نزدیک میشه، هیچ موقع خود سه نمیشه، چون من خود یک رو باش کار ندارم. پس با خود یک کار نداریم ها. پس معنی و مفهوم اینو ببین، اگه ایکس به یک نزدیک بشه، ایگرگات به چند نزدیک میشد؟ به سه. اما هسته یکم چیتر بود؟ بیشتر بود. بچه خوب نگاه کن، جواب آخر نباید حدی باشد. میدونی چرا؟ چون این خیلی 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 به یک داره نزدیک میشه، پس اینم جوابش هست از سه خیلی 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 کم بیشتر، یعنی سه ممیز. شاید همینجوری با همین فاصله بریم تا مشهد بعد یه یک بذاریم، چقدر به سه نزدیکه؟ پس ما بگیم خود، پس جواب آخر نباید حدی باشه، جوابش میشه سه. از چپ بیاییم به سمت یک، یعنی بیاییم به یک خودمون رو نزدیک کنیم از سمت ایکس های از یک کمتر. بچه از یک کمتر، آقا قرار نیست از منفی یک، منفی صفر، منفی دو، آقا قرار یه مقدار از یک کمتر بیاد. چرا؟ چون اصلا مهم نیست، شما میخوای به یک نزدیک بشی، ببینیم داری به چند نزدیک میشه. اینجاها دیگه باید مقدارش رو تقریبا بگی. ببین اینجا نه دهم باشه میشه چی؟ یک و هشت دهم، دو برابرش کنی با اون میشه دو و هشت دهم. اگه 99 صدم باشه میشه چی؟ دو برابرش میکنی میشه دو و 98 صدم با دو با در واقع یک میشه یک و 98 صدم. داره به سه چیتر میشه بچه ها؟ نزدیکتر میشه. هی تو که به یک نزدیکترش کنی، میبینی چقدر به یک نزدیک کردم؟ اینم داره به سه نزدیکتر میشه، خود سه نمیشه. چرا؟ چون من خود یک رو نمیخوام بذارم بچه ها. پس اینم داره حد چپش، حد چپش، حد چپش یعنی چی؟ یعنی لیمیت. بگید من ببینم حد چپو میتونید بنویسید. لیمیت اف ایکس، ایکس میل میکنه به یک از چپ، پس اینو نگید یک بالاش، بگید از یک کمتر. جوابش هم شد چی؟ آقا از سه چیتره، چیتره نگاه کن، این یعنی از سه چیتره کمتره. ولی عرض کردم جواب آخر نباید حدی باشه. چرا؟ چون خیلی خیلی نزدیک به سه هستش. همون قضیه مشهدی که گفتیم، دو بذار برو همجوری تا مشهد، نه بذار، نه بذار، نه بذار، نزدیک حرم که رسید یه هشت بذار. خب این یعنی سه دیگه بچه ها. چقدر فاصله زیاد نه داریم میذاریم، پس بگیم اینو خود 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 سه هستش. خب اینجا رو ببین عزیزم، ما از چپ و راست همونطور که نمودار رو میبینیم، از چپ و راست من ایکس رو به یک نزدیک کردم. من ایکس رو به یک چیکار کردم بچه ها؟ من ایکس رو به یک نزدیک کردم، ایکس رو به یک نزدیک کردم. نگاه کن دارم نزدیک میشم، نزدیک میشم، نزدیک میشم، نزدیک میشم، نزدیک میشم. اونم به ایگرگ چی شد؟ ایگرگش به چند نزدیک شد؟ به سه نزدیک شد. پس نگاه کنیم، من دارم میام 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 به سمت یک، ایگرگاش دارن میرن به سمت چند؟ سه. از راستی دارم میام به سمت یک، ایگرگاش دارن میرن به سمت چند؟ بازم سه. اینجا رو دقت کن بچه ها، یه نمودار بهت داده به این صورت،
مقدار تابع رو هم همینجا در واقع مشخص کرده. ببینیم الان در تابع fx اگر من بخوام حد تابعم رو حساب بکنم وقتی که x میل میکنه به سمت یک از راست، دارم میام به سمت یک از راست، بیا به سمت یک، بیا 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 ایگرگات به چه عددی هی داره نزدیک میشه؟ به 4. آقا خود 4 میشه؟ نه، از 4 یه مقدار میبینی چی تره؟ کمتره. آقا جواب آخر نه عددی باشه، پس خود 4 رو میذاریم. از سمت چپ بیام به یک نزدیک بشم، از چپ میام به یک دارم نزدیک میشم، ایگرگم داره به چه عددی هی نزدیک میشه؟ اونم به عدد 7 نزدیک میشه. خود 7 نمیشه، از 7 کمتر، جواب آخر نباید حدی باشه، خود 7 رو در نظر میگیریم. پس مفهوم این اینه که اگه من ایکس ها رو به عدد 1 نزدیک کنم از سمت ایکس هایی که از 1 کمترن، ایگرگ ها هم به 7 نزدیک میشن. به 7 چی میشن بچه ها؟ نزدیک میشن. خب این مفهوم حد بود که در واقع خیلی ساده و شست رفته ایکس رو ما به یه عددی نزدیک میکنیم، تو باید بگی ایگرگت به چه عددی نزدیک میشه. یعنی این تابع ببینید بهت میده لیمیت ایکس دوی منهای یک به روی سه ایکس دوی منهای ایکس منهای دو، ایکس میل میکنه به سمت یک، از سمت ایکس هایی که از یک بیشترن تو این تابع داره میاد به سمت یک. تو بگو این تابع به چه عددی نزدیک میشه که الان خدمتتون میگیم، ما هم دیگه میریم تماشا کنیم. ببین عزیزم اینجا رو ببین، آقا من یه سوال دارم از بچه‌ها. اگر تابع من باشه fx مساوی با x توی منهای 1 بر روی x منهای 1، من میبینم به دانش آموزم بگم f1 چند میشه؟ میتونی بگه چند میشه f1؟ بچه ها f1 چند میشه؟ f1 اصلا وجود داره؟ f1 وجود نداره. چرا؟ بله چون مخرج من خود صفر مطلق میشه. صورتو ولش کن، مخرج خود صفر میشه. بچه ها حتما صفر صفرم رو شنیدن و میدونن مبهمه، شاید خیلی ها ندونن مبهمه چیه، یعنی چی مبهمه، واسه چی؟ آقا الان که اینجا صفر میشه الان هم مبهمه. خب بچه ها من این تابع رو یه لحظه رسمش میکنم تا ظاهرش رو ببینید. من یه لحظه میذارید اینو بازش کنم بچه ها، اینو فقط بنویسم x منهای 1 در x به علاوه 1. بچه خودتونم بگید من اگر 3 بذارم توی تابع چند میشه مقدارش در 3؟ خب این که میشه 2، اینم 2 میخوره، 3 و 1 میشه چند؟ 4. بچه پس من 3 دادم شد چند؟ 4. 0 میدم ببینم چند میشه، باز اینا این همون میخورن، منفی 1 و منفی 1 0 بذاری میشه 1. بذار ببین چند میشه 1. آها 1 وجود نداره. یعنی ببین من اینجا چیکار میکنم، تو یک توشو خالی میذارم، ولی بقیه رو هر چی تو بدی، هر چی بدی با خط ایگرگ مساوی با ایکس بله و یک فرقی نداره. بچه ها عملا این تابه و این تابه با هم برابر نیستن. کسی نیاد اینو باز بکنه بگه خب این با این ساده میشه. این تابه به ازای یک وجود نداره. دیدی که یک نمیتونی بذاری، مگه ما میتونیم بذاریم یک بگیم صفر با صفر ساده میشه؟ امکان. پس بچه ها اگر مخرجت رو دیدید صفر هستش، اون مقدار در تابه شما به اصطلاح یه حفره داره. یه چی داره؟ یه حفره داره، یعنی همون نقطه رو کندن وجود نداره، قبل و بعدش هر جا که بگیم وجود داره. پس بچه ها تابع x توی منهای 1 بروی x منهای 1 با خود تابع y مساوی با x به علاوه 1 هیچ فرقی نداره، فقط تو نقطه چند؟ 1 فرقشون. پس این دوتا تابع با هم برابر نیستن. اگر ما فقط 1 رو
از دامنه حذف بکنیم دو تا تابه با هم دیگه برابر میشن. خب خیلی قشنگه بچه ها، خوب نگاه کنید. الان من اگر بیام به شما چی بگم؟ اینجا رو ببین عزیزم، اگر من بیام بگم چی؟ بگم لیمیت fx، fx هم x2 منهای 1 به روی x منهای 1، که من یه لحظه بازش میکنم، x منهای 1 در x به علاوه 1 بر روی x منهای 1، x هم رو میخوام میل بدم به 1، میخوام میل بدم به 1 از سمت x هایی که از 1 بیشترم. fx هم تعریف میکنم x منهای 1 در x به علاوه 1 بروی x منهای 1. بچه ها مقدار تابع من در 1 وجود داره اینجا؟ خیر، یعنی خود 1 رو نمیتونم بذارم. آقا پس چرا اینجا همیشه ما تو مدرسه میرفتیم x رو 1 میذاشتیم میشد 2؟ بچه ها الان 1 تو میخوای بذاری اینجا به جای x؟ قرار x رو یه عدد از 1 بیشتر بذاری ولو خیلی به 1 نزدیک. این پس هیچ موقع صفر نمیشه. شما اینجا برو 1 و 1 میلیاردم بذار، بالم به جای x چی بذار؟ 1 و 1 میلیاردم. اینجا من اون 1 و 1 میلیاردم تو بذار. بچه این که میشه منهای 1 و 1 میلیاردم، اینم 1 میلیاردم، با هم ساده میشن، دوتا عدده نه صفر مطلق. پس بچه اینجا دوتا عدد بر هم تقسیم شدن، هرچی هم کوچیک با هم ساده میشن، که اینجا یک با یک، اون از یک بیشتر بود میشه از 2 بیشتر، که گفتیم جواب آخر همون 2 نباید حدی باشه، تو باهاش میتونه حدی برخورد کنی تا آخر، آخرش که رسید باید خود عدد رو بگی. خب ولی اینجا مقدارش در 1 معلوم نیست. تابع رو یادتونه چطوری بود بچه ها؟ تابع اینجوری بود، توی 1 حفره داشت، توی 1 و چند؟ 2. خب همین الان ما یه نکته فوق‌العاده مهمی رو فهمیدیم که میتونه یکی از سوالات باشه که توی هر آزمون آزمایشی که شرکت کردیم، من مطمئن هستم حتما دیدید این رو. ببینیم بچه ها، آقا من در نقطه ای که به ازای خود عدد صفر بر روی صفر منتها حدی باشه، خود صفر نباشن. آقا مگه شما توی حد یه عددی رو دقیقا همون میذاریم؟ نه. خب چرا غیر حدی از کجا بیاریم؟ آها، دو جا غیر حدی میشن بچه ها، دو جا. من سعی کردم اینا رو در واقع توی جزوه‌ام داشته باشم و قطعا به صورت مکتوب هم خدمتون ارائه میدیم. ببینید یکی جایی که جزء صحیح من داشته باشم، براکت داشته باشم، فکر کنید داره x میل میکنه به سمت 1، حالا از 1 بیشتر باشه، از 1 بیشتر 1 و خورده ای جزء صحیحش میفته تو خود 1 منهای 1، دقیقاً خود صفر مطلق شد. دیدین؟ یکی هم جایی که بچه‌ها دو تا عبارت عین هم قراره از هم دیگه کم بشن. ببینید الان اگر x میل کنه به سمت صفر از راست، یعنی از صفر یه مقدار بیشتر، از صفر یه مقدار بیشتر، در تعریف قدر مطلق میدونیم که اگر داخل قدر مطلق مثبت باشه، قدر مطلق هیچ کار از ورش دار، میشه x منهای خود x رو بذار. میبینید شما اینجا دیگه هر چی بذارید یا حتی حدی هم بذارید، خودش منهای دقیق خودش اینجا میشه صفر مطلق. پس یادداشت کن بچه ها، بچه خوبا و بچه 50-60 به بالا، دو جا فقط صفر مطلق داریم، یکی جایی که جزء صحیح خودشو میاد و حاصلش میشود صفر، یکی هم علی منهای علی، یعنی دو تا عبارت عین هم، x2 منهای 2x منهای قدر x2 منهای 2x داریم تو کنکور مثلا. اگر x میل کنه به سمت از 2 بیشتر، داخل قدر مطلق رو بعدن میگیم چطور بشکنیمش، خودشو میذاریم علی منهای علی، ستاره منهای ستاره، یعنی دوتا کپی پیش ده هم مثل نقاشی میمونه دیگه بچه ها، اینشو اینجا میبینیم. خب
در نقطه ای که به ازای خود عدد اگه دیدی صفر حدی به روی صفر حدی هستیم، تو اون نقطه حفره داریم. بچه ها چی داریم؟ حفره داری، بدون اون نقطه حفره داره. و از همه مهمتر اینه که حدش یه عدد میشه. یعنی اگر ما حدش رو حساب بکنیم حاصلش میشه عرض حفره، حالا هر عددی میخواد باشه. پس بچه ها دوتا نکته گفتم، خوب گوش بده. همین الان تستی ازش میزنیم، مال دو سال اخیر بوده و من اگه به شخصه بخوام بگم سه تا دونه سوال حد بخوام بدیم، یکیش حتما اینه. همه اساتید میگن آقا صفر صفر رومی که توش مجهول داره، که دانش آموز بفهمه صفر صفر روم هست، دلیلش هم بفهمه چرا و بدون چه اتفاق میفته. ببینیم دوتا نکته رو گوش بده عزیزم. اگر حدت رو وقتی که x میل کرد به سمت یه عددی دیدید حاصلش شد صفر حدی به روی صفر حدی، بیا علامتش مهم نیست، توی اون نقطه تو ظاهر تابع حفره داری و به ازای حد اون تابع در آ عرض حفره حاصل میشه. عرض حفره. خب الان میریم ازش تستی میزنیم. فقط قبلش من اینو بگم بچه هم، من الان بهت میدم چی؟ ساده میدم که بتونیم بچه ها همه بتونن چیکارش بکنن؟ تجزیهش بکنن. x منهای x بالا هم x2 منهای x. بله خیلی ساده. x قرار میل کنه به سمت 1. تو صحبت اولیه بچه ها دیدید از چپ و راست اومدم به سمت این تابع، از هر دو طرف یه عدد شد، از هر دو طرف شد 3. بچه ها بازم یادداشت کن، عرض کردم اگه میخوای هدفمند باشه، اگه میخوای ویدیویی که همیشه نگاه میکنی به نتیجه برسونتت، جلوت حتما قلم و کاغذ جلوت باشه، بنویس چند تا از این نکاتت رو که میدونی بلد نیستی و داری تازه یاد میگیری. ببین چی میخوام بهت بگم. هرگاه در حدی خبری از براکت یا قدر مطلق نبود و جواب حدم عدد به روی صفر، که قطعا خب طراح میذاره صفر حدی نبود، اینجا هم صفر حدی، یعنی جوابش قرار بی نهایت، اگه جز این سه تا نباشه اصلا اهمیتی نداره این بگه از راست یا از چپ. چرا؟ چون اون تابع در اون نقطه پیوسته است و جوابش از چپ و راست یه چیز میشه. برو همون با یک کار رو تو بکن. یعنی ولی شماتیک یک میذاریم. من الان اینجا نباید خود یکو بذارم، باید یا یک بیشتر یا کمتر بذارم. هر چی بذارم صورتش میشه چی؟ میشه یک یکم بیشتر به توان دو منهای یک، یکم بیشتر. اینجا یک یکم بیشتر به توان سه منهای یک، یکم بیشتر. بچه ها همینجا اینو دقت داشته باش، اینو دقت کن، من گوش بده بچه ها. من اینو میگم الان لیمیت x منهای یک به روی x منهای یک اگر x به یک میل بکنه از راست میشه چی؟ قراره به جای x یه عددی از یک چیتر بذاریم، بیشتر بذاری چی میشه؟ از یک بیشتر بذار بالا، منهای یک، پایین هم این همون عدد رو باید بذاریم، صورتت میشه صفر یکم بیشتر، پایین هم میشه صفر یکم بیشتر. بچه این دوتا عدد برابر نیستن؟ مگه تو کسر بالات چی کار کردی؟ دقیقا خود یک رو گذاشتی یا نه؟ خیر، از یک یکم بیشتر، هر چی گذاشتی. ببین من میستم تا مشهد، تا مشهد میریم بعد تهش یه یک میذاریم. ببین چقدر عدد به یک نزدیکه. منهای یک بس بکنی میشه همین عدد اعشاری که یه میلیارد تا صفر داره. پایین چی میشه؟ پایینم عین همونه و با هم ساده میشن. با هم چی میشن؟ ساده میشن. یعنی این دوتا صفر حدی دقیقا یکیه، با هم دیگه ساده میشه، میشه چند؟ یک. اینجا چی؟ آیا اینم خب یک یکم بیشتر به توان دو، بازم میشه از یک یکم بیشتر، منهای یک میشه صفر، از صفر یکم بیشتر. اینجا همینطور از یک بیشتر به توان دو، بازم یه مقدار از یک بیشتر، منهای یک میشه از صفر یکم بیشتر. بچه اینجا میشه یک. آیا این صفر حدی و این صفر حدی هم برابرن؟ بله.
قاعدتا خیر، چون مگه اینجا ما دقیقا عملیاتی که روش انجام دادیم با پایین برابر بود مگه بچه ها؟ پس این نوتا صفرها یه اعدادی هستن، درسته که خیلی کوچیکن. اینو نگاه کن بچه ها، اینو نگاه کن، خواهش بکنم. سه سه صد هزار تا صفر یه عشار، تقسیم بره دو صد هزار تا صفر یه عشار، این همه تعداد عشارش ساده نمیشن با هم؟ عشارها مثل سه دهم به روی دو دهم، میگیم صورت مخرج رو در ده ضرب میکنیم میشه سه دوم. خب اینم در یه عددی ضرب میکنیم، هر چه عددی باشه پایین هم همون عدد درش ضرب کن میشه سه دوم. الان صورت صفر عدیه، پایین هم صفر عدیه، ولی جواب شد یه عدد. جواب شد چی؟ یه عدد. پس چی شد بچه ها؟ ما اگر چی کار بکنیم؟ اگر در تستی دیدیم چی شد؟ عدد رو گذاشتیم، خود اون عدد رو شماتیک میذاریم، ولی میدونیم خود عدد نذاشتیم، یک دقیق مک نذاشتیم، یک منهای یک که بشه صفر، از یک کم بیشتره، منتها به توان رسوندیم، ولی اینجا کاری نکردیم. پایین به توان سه رسوندیم، این دفعه منهای خودش کردیم، این صفرها هیچ کدوم هم برابر نیستن، پس نمیدونیم جواب چی میشه. این نمیدونیم همون مبهمه، هر دفعه یه چیزی میشه. آقا چرا پس اون صفرها با هم ساده میشدن؟ چون اینجا چی کار کردیم بچه ها؟ دقیقاً دو تا عدد مثل هم میشه، بالا هر کاری تو کردی پایین هم همون کارو کردی، دیدی؟ پس چی؟ من جایی به هم نمیخوان بدن لیمیت x منهای یک بروی x منهای یک، قرار بالا ببینم x دوی منهای x، پایین ببینم x منهای x، یا خیلی چیزایی دیگه. آقا چی کار میکنم؟ گفتم چپ و راست معنی نداره، هر موقع که چی؟ براکت قدر مطلق نداشتیم یا عدد بروی صفر نبود. خب هیچ کدوم اینا نیست. آقا یک همون میذارم، به توان دو قاعدتا میشه یک منهای یک صفر، منتها صفر حدیه. چرا؟ چون این یکه که از یک کم بیشتره یا کمتره فرق نمیکنه، به توان دو رسیده بعد منهای خود یک شده، که مثل یک منهای اون عدد شده، پس با هم برابر نیستن، پس این صفرم یا مثبت یا منفی اهمیتی نداره، فقط میدونیم صفر صفر مطلق نیست. پایینو ببینیم، پایینم هم همینطور، این یا از یک بیشتر یا کمتر، به توان سه برسه بازم یا از یک بیشتر یا کمتر، ولی با این بالاخره برابر نیست دیگه، پس کم کنی صفر مطلق نمیشه، حدی میشه. آقا من اگر جایی داریم یک میذاریم یا عدد رو میذاریم، پس بدونید که حدی داریم میذاریم، خود اون عدد نیستش. آقا بعد چیکار بکنیم؟ آها یادتونه من x توی منهای یک بروی x منهای یک دادم چیکار کردم؟ اینو وقتی دادم من گفتم چی؟ گفتم اول بازش کن، اول سادش کن، اول چیکار کن؟ تجزیه کن، اینو بنویس x منهای یک در x به علاوه یک، اینم x منهای یک، x میل کنه به سمت یک، این دوتا عدد هر چی میخواد باشه باشه، این همه ساده میشه، یک بذاری با یک میشه چند؟ دو. ولی خود دو نیستش، بسته به اینی که این بگه از یک بیشتر یا کمتر، اینجا هم از دو بیشتر یا کمتر. خب آقا من تکلیفم روشنه، باید این دوتا رو تجزیه بکنم. اینجاست که دیگه بحثی که همه تون ماشالله تو حد هر کی بلده اینو بلده، هوپیتال، یعنی سریع دوست داره مشتق بگیره از پایین، از بالا هم مشتق بگیره، عدد یکو بذاره. گوش بدیم بچه هم، گوش بدیم. هر موقع در حدی کسی حساب بکنه ببینه یه تابع مثل F به روی یه تابع مثل G، همون X توی منو X روی X توی منو X، x میل کرده به سمت یه عددی و جوابت این صفر حدی بود، اینم حدی بود، شرطش اینه که f و g مشتق پذیر باشن، که من از این الفاظ میام بیرون، فقط میگم زیر رادیکالت صفر نشه، یعنی اگر زیر رادیکالت صفر شد دیگه حق هوپ نداری، یا همون هوپیتال خودمون حقش رو نداریم بگیریم. اله
این هم سازمان سنجش طراح محترم همشون میدونن بلدن، همیشه هم یه دونه میده، فقط عددتو درست بذاری و مشتقت هم درست بگیری. اگرم کسی اوپیتال نگیره خیلی گنده میشه، دو سه تا رادیکال تو در تو میده، البته که زیرش کاری میکنه صفر نشه بچه ها بتونه اوپیت هم بگیری، ولی یه دونه، فقط یه دونه سوال کوپ میگیری. هوپ یه چیزیه که اوپیتال فقط یه سوال، من خیلی هم خوشم نمیاد ازش راستشو بخواین، چون خب دانش آموز فقط هم قاعده مشتق گیری رو بلد باشه سر یه اوپیتال، ولی سعی میکنه طرح توش براکت و قدر مطلق بده، اول بخوای تکلیف اونا رو روشن کنی بعد بگیریش. یعنی یه دونه تست حواست باشه، سه تا دیگه هستش که توی عد و پیوستگی به این مپس که احتمالاً 0-0 حالا بشه یا نشه سریع با هوب جواب نمیده. اینجا رو نگاه کن عزیزم. آقا من اگر بخوام F و G رو تجزیه بکنم طول میکشه، چیکار میکنم از قاعده همه کس پسند هوپیتال میرم؟ یعنی در واقع همه کس پسنده دیگه، خیلی دوست دارم بچه هوپیتالو. ببینیم عزیزم، من نمیخوام قواعد مشتق رو برای مشتق تدریس کنم، من فقط یه کوچولو میخوام دو تا مشتق رو بهت بگم که چطوری بگیری. X به توان N اگر کسی ببینه مشتق این میشه چی؟ که مشتق چی هستش و از کجا اومده و چی به چیه رو تو مشتق کامل کامل بهت میگم. اینجا رو فقط قاعدش رو یاد بگیر. مشتق این توان رو میاری پشت x ضریب قرار میدی، از توان x هم یه دونه کم میکنی، به همین سادگی. اگر کسی رادیکالی ببینه چی؟ آقا رادیکالی ببینه توانش n باشه فرجش m باشه، مشتقش رو ببین چی کار میکنی. اول یه خط کسری بکش، سریع یه خط کسری بکش، n بالا m پایین، n بالا m پایین، دو تا ضرب بذار، همیشه همین کارو کن، پایین نقاشی کن اینو همینجا. نگاه بذار من برات نقاشی میکنم. a فرج m فقط توانه، توانه فقط m منهای n میشه، به همین سادگی. صورت این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، از زیر توان مشتق بگیر. از چی مشتق بگیرم بچه ها؟ از زیر توان، از زیر توان. نگاه کن، مشتق زیر توان، توانه تو نگاه کن زیرش این نوشته، از این مشتق بگیر. خب مشتق اینم احتمالاً حاوی x، x به توان n داره که از همین مشتق میگیریم، n تا x به توان n منهای. فقط من یه چیزی بگم بچه ها، خیلی رواله که فرجه رو دو بده و توان رو یک، یعنی من ببینم رادیکال u توان یک فرجه دو که هیچ کدومش نوشته نمیشه. اگر از این من بخوام مشتق بگیرم بچه ها، یک انگار بالا باید نوشته باشه، دو پایین دیگه، نه اینشو نقاشی کنم، فرجه هم دو، توان دوی منهایی که میشه یک، بالا مشتق زیر توان که همون یوه که میشه یو فرین. آقا نگاش کن یه لحظه، رادیکال یو مشتقش چی میشه؟ دو تا عین خودش بالام یوپرین، تموم شد رفت، دو تا عین خودش بالام یوپرین. اگر کسی بره در حدی ببینه جواب چی شده، صفر صفرم شده و زیر رادیکال صفر نشه، میتونه چی کار بکنه بچه ها؟ میتونه در واقع از هوپیتال بره. هوپیتال چی میگه؟ میگه اگر رفتی دیدی لیمیت اف ایکس به روی جی ایکست، اگه ایکس به آ میل کرد و دیدی شد صفر حدی به روی صفر حدی، مثبت یا منفی فرق نمیکنه، میتونی از این رابطه بره، بگی هوپیتالشو میگیرم، یعنی از صورت مشتق بگیر، از مخرجت هم مشتق بگیر، باز دوباره آ تو به همون عددو بذار، این نفعه دیگه سف سفرم نمیشه. اگر شد یه بار دیگه هم مشتق بگیر، افزگون به روی جیزگون. آقا شد یه بار دیگه چی بگیر؟ مشتق بگیر، افتیریرز به روی جیتیریرز، همینطوری. ولی معمولا همون دفعه اول جواب میده. آقا یه حد ساده بریم و بعد بحث براکت و قدر مطلق هم قشنگ بپکنیم، یعنی اگر قدر مطلق جزء سعی داشت خیلی سریع برش داریم. اینجا رو ببین عزیزم، من دو تا نکته دیگه قبلش بگم وارد تست بشیم. اینجا رو ببین بچه ها،
اگر یه تابع در یه باز سعودی باشه، تابع داره سعود میکنه، اگر مقدار تابع در آ بشه ال، آ گذاشتم شده ال، اگر من برم تو تابع از آ بیشتر بذارم، ایگرگ هم از ال بیشتر میشه، چون هرچی تو تابع سعودی ایکس رو زیاد کنی ایگرگ هم چی میشه؟ زیاد میشه. یا ایکس رو کم بکنی ایگرگت هم چی میشه؟ کم میشه. بچه ها یعنی چی؟ یعنی ایکس و ایگرگ موافق هم عمل میکنن. ایکس و ایگرگ چی عمل میکنن؟ موافق هم عمل میکنن. یعنی اگه تو ایکس تو زیاد کنی ایگرگت هم زیاد میشه بچه ها، و اگر ایکس تو کم کنی ایگرگت هم چی میشه؟ کم میشه. اینجا رو ببین عزیزم، اینجا رو ببینیم تو نزولی برعکس قشنگ، یعنی ایکس و ایگرگ مخالف هم عمل میکنن. اگه مقدار تابع در آ شده باشه ال، اگه مقدار تابع در آ شده باشه ال، اگر ایکس تو از آ بیشتر بذاری ایگرگت از ال کمتر میشه. پس اگه از آ بیشتر بذاری و اگه از آ کمتر بذاری اون از ال بیشتر میشه، یعنی مخالف هم قشنگ. یعنی تو فقط ببین تابعت نونه یا ساته، یعنی سعودی تابعت یا نزولی. البته که اکید قطعا اگر نزولی باشه ایکس و ایگرگ بچه ها مخالف هم عمل میکنن. در شناخت تابع سعودی و نزولی من فقط یه لحظه بگم که خطی چی عزیزم؟ در تابع خطی کافیه ضریب ایکس چی؟ مثبت باشه. اگه ضریب ایکس مثبت باشه تابع چی میشه؟ سعودی اکید میشه. ببینید آه سعودی اکید. اگه آ منفی باشه یعنی شیبت منفی باشه تابع چیه بچه ها؟ نزولی اکیده. بچه ها دو تا کار میاد رفتار یه تابع رو عوض میکنه، یکی برعکس کردنش، یکی هم قرینه کردنش. یکی اینه که تابع رو کلن برعکس کنی، معکوس رو نگفتم و برعکسش کنیم. یعنی هر ضابطه ای تو داری نگاه کن اینجا عزیزم، نگاه کن بیا اینجا با من همراه شو، اینجا رو ببین. آقا من یه تابع چی دارم؟ نزولی، ضریب ایکس هم منفیه. آقا برعکسش کن، یک بروی منفی دو ایکس به علاوه سعودی شد. بچه هم بذار من اینو قرینش کنم. آه باز برعکس شد، نزولی شد. اگه دو بار رفتی روش این کارو انجام دادی، همون اول اگه نزولی بوده کلا نزولی میمونه. ببینی این نزولی بود، برعکسش کردم شد سعودی، باز یه منفی بهش دادم شد نزولی اولیه. آقا بیا ببینم اینو میتونی بگی، فقط حواست باشه من یه ضریب اگه به این میدادم فرقی میکرد بچه‌ها. من همینو چهار برابرش اگه میکردم بازم چی؟ نزولی میمون دیگه ها، ضریب مثبت تأثیری نداره که. پس برعکس کردن اینا یه ضریب مثبت اگر داره تأثیری نداره، تو همون برعکس کردن بدون این تابع. من یه ذره بزرگش کنم اینو بچه‌ها. این تابع چیه؟ خودش نزولیه، این برعکسش کرده شده سعودی. این باز این تابع، این تابع رو ببینیم یه تابع سعودیه، برعکس کرده یه منفی هم بهش داده، همون سعودی خودش میمونه. پس اگر کسی چیکار کرد؟ اگر کسی اومد دو بار تغییر داد، معکوس کرد، برعکس کرد و قرینه، تابع رفتارش تغییر نمیکنه. این برای تابع خطی که خیلی 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 زیاد میبینیمش. بچه ها اگه تابعت خطی نبود چی؟ اگه تابعت چی؟ خطی نبود. بیا اینجا رو نگاه کن. خدا رو شکر الان فهمیدی که مشتق قاعدش چیه. من یه تابع برات مثال میزنم. میگه ایکس توی به علاوه یه سه ایکس منهای یک. آقا نیاز داریم ما ببینیم این عدده، این عدده بیا براکت داره. میگه x میل میکنه به سمت دو از راست، یعنی از دو یکم بیشتر. میخوای ببینی حاصلش داخل براکت از عددی که بهش میده خود دو بیشتر میشه یا کمتر؟ بچه ها کسی نره دو یه دهم بده، کسی نره از دو یه مقدار بیشتر بده. حواست باشه این برای توابع ساده جواب میده. فکر نکنید هر جا رسیدی بری بگی خب من دو یه دهم بدم. بله بله دانش آموز میره اینجا یک ایکسوم رو دیده زیاد، میگه ایکس میل کنه به سمت یک از راست، یعنی از یک بیشتر، میگه آقا یک و یک دهم میذارم، یک بروی یک و یک دهم،
یک به روی خود یک که میشه یک، چون مخرج بزرگتر شد جواب از یک کمتر میشه، براکتش میشه صفر. بله اینو میدونیم، اما اگر رفتی و اینو دیدی و تستی که الان بهت میدم میخوای چی کار بکنی؟ آقا این تابه من نمیدونم در اطراف دو سعودی یا نزولی، یه مشتق ازش بگیر، فقط یه مشتق بگیر، دو ایکس به علاوه یه سه. آقا در دو یه عدد چی میشه؟ مثبت سعودی تمام. تو خود دو تو بذار میشه چند؟ دو دو تا چهار تا، با شیش تا ده تا، یه دونه کم کن نه تا. آقا این بیشتره، اونم بیشتر میشه از نو. چقدر زیبا بچه ها میبینیم؟ براکتش میشه نو. آقا براکت گفتیم صفرا زیر صفرا بشینن. براکت چی عزیزم؟ هیچ. براکت میاد یه عدد رو صحیح تحویلت میده با این شرط از خود این عدد کوچولوتر باشه. یعنی اینجوری، حالا شاید گیج کننده است تعریف کتابیش، بزرگترین عدد صحیحی که از این عدد کمتر باشه. پس عدد صحیحی که از این کمتر رو بگو تون تون آه آه. چی ترینشون؟ بزرگترینشون. من میگم یه کاری کن آقا، یه محور کج در نظر بگیر، یه محور کج در نظر بگیر. فرض کن میخوایی یه توپی رو تو نقطه 3 و 2 دهم رها کنی. آه 3 و 2 دهم یه عدد بین 3 و 4 دیگه، رهاش کن میفته تو خود چند؟ 3. جزء صحیح شد 3. ببین چقدر قشنگ هیچ موقع دیگه اشتباه نمی کنی بچه ها، نگاه کن. اگه کسی بگه منفی 3 و 2 دهم، خب یه توپی رو تو خونه منفی 3 و 2 دهم رهاش کن میفته تو چند؟ منفی. ببین سرت اینجوری کن، اینجوری کن، بگو این ور میفته، این ور میفته، هیچ موقع اشتباه نمی کنی. من اینم دانش آموز دو یه مقدار بیشتر رو تونسته بگه، از منفی دو یه مقدار بیشتر رو نتونسته، از منفی دو یه مقدار بیشتر. اینجاست منفی دو این ورترش میفته تو خود منفی دو، یعنی از منفی دو بیشتر میفته تو منفی دو. هیچ موقع دیگه براکت تو اشتباه نمی کنه. تستامو بدم ببینید، سری سری برین سراغ تستامون و بچه های من خسته نشن. ببین عزیزم اینجا رو ببین، اولین تستی که خیلی من خوشم میاد این تست رو تو سراسری نموده شد به نحو دیگه ای ببینیم. ببینید عزیزم چقدر قشنگ اومده کاری کرده که تو نگی از منفی پنج و سه دو، از منفی پنج سوم یه مقدار بیشتر یا یه مقدار کمتر در واقع جوابش چی میشه. یعنی دانش آموز رو کاری کرده که چیکار بکنه؟ دقیق بیاد مفهوم در واقع براکت و سعودی و نزولی بودن این کوچکتر بوده رو در واقع به چالش بکشه، از منفی پنج سوم بیشتر یا کمتر. اینجا رو ببینیم بچه ها. خب اول خوشحال میشیم که یه تابع درجه یک به ما داده. یه تابع چی داده بچه ها؟ یه تابع درجه یک. پس اول لبخنده رو میذاریم سر جلسه کنکور تا بعد ببینیم چی میشه. میگیم اه باریکلا درجه یک مشتق هم نمیخواد، من میدونم این یه تابع سعودیه. یه بار برعکس، یه بار قرینه همون سعودی میمونه. آقا تابع سعودیه، یه بار رفته تو مخرج، یه بار هم قرینهش کرده، دو بار روش کار انجام داده، همون سعودی میمونه. پس کاری نداره، خود من خود منفی پنج سوم رو میذارم میشه منفی چهار به روی. آقا منفی پنج سوم با دو که میشه شیش سوم، منهای پنج سوم میشه یه سوم. خب مخرج یک اگر بهش بدم دور در دور، نزدیک در نزدیک، میشه منفی دوازده. ببین عزیزم این گفته از منفی پنج سوم بیشتر، تو چون سودی در اومد تو هم میگه از منفی دوازده چی تر؟ بیشتر. خب از منفی دوازده بیشتر اونجاست، بندازش تو خود منفی دوازده. پس چی شد؟ ببین این منفی دوازده، منفی دوازده چی تر؟ بیشتر. این وره میفته تو خود چند؟ منفی دوازده. بچه ها این که شد منفی دوازده، حالا ببین بعدی چی؟ بعدی هم همونه، فقط گفته کمتر. مگه همین الان حساب نکردیم شد منفی دوازده؟ این کمتره چون سعودیه، تو هم این همین بعد بذاری. پس نگاه کن، اگر تابعت سعودی بود، ببین گفته ایکس میل میکنه به سمت
این عدد بیشتر یا کمتر؟ موافق، عین همون بذار. گفته بیشتر تو هم میگی بیشتر، گفته کمتر تو هم میگی چی؟ کمتر. که بچه از منفی 12 کمتر، یعنی این ور منفی 12 که میفته تو عدد قبلیش، یعنی منفی 13. بله. خب آقا پس جواب این شد منفی 12، اینم شد منفی 13. آقا قرینش کن، اینم دو برابرش کن، با هم جمع کن، به همین سادگی هرچه تمامتر. فقط به شرط این که بچه ها نریم بگیم از منفی 5/3 بیشتر یا کمتر. مثلا بگیم این یکو منفی 1.66، خب چی بگیم؟ بیشتر از منفی 1.66 میشه منفی 1.65، چون تو اعداد منفی هرچی مقدارش کوچولوتر باشه بیشتر میشه دیگه. اینجا چی؟ بگیم منفی 1.66، خب برو بذار تو این تست، تستایی دیگه جواب نمیده به دانش آموز من. باید بدونی این تابعه تابعه چیه؟ صعود داره میکنه یا نزول میکنه؟ از کجا؟ خب من اینو باید بفهمم، مگه کتاب درسی به تو نگفته این تابعه صعودیه؟ مگر برعکس کردن اعدادی که دارن صعود میکنن، برعکسشون کن، هی دارن چی میکنن؟ نزول میکنن. قرینشون کن، باز دارن صعود میکنن. پس همه اینا رو خوندیم و انتظاره که بتونیم اینا رو از پسش بر بیاریم. بچه آقا تست 1400 گفتن سخته، تست 1400 در واقع گفتن سوالات سختی داره. خیلی خوب بریم ببینیم واقعا همینطور هستش که بچه ها میگن واقعا سخت بوده سوالا، یا دانش آموز به دلیل اینکه تستای گذشته، تستای قبل اینا سخت بوده، اینا رو سخت میدیده. بچه ها این تست مال کنکور سراسری 1400 رشته ریاضیه که عرض کردم یه احتمال واسه 1401 با یه تفاوتای کوچیکی میتونه بیاره برای تجربی. نگاه کن عزیزم، آقا تابع x2 من نمیدونم سعودی یا نزولی، خب کاری نداره در اطراف، اصلا خود x2 نه سعودی نه نزولی، تابع x2 اول داره نزول میکنه بعد از صفر صعود میکنه. ما هم نگفتیم در کل دامنش، که گفتم در اطراف این. برای اعداد منفی تابع x2 همه میدونیم داره نزول میکنه برای اعداد منفی، میبینیم. آقا اونم ولش کن، سواد اونم نداشتیم نمیخواد. مشتق بگیر، مشتق بگیر عزیزم، برو منفی 1/2 بذار. یه عدد منفی شد یا مثبت؟ منفی شد، تموم شد رفت. نون برای x2 نزولیه. چیه؟ نزولیه. برعکس یه قرینه کرده، دو بار روش انجام داده، پس همون نزولی باقی میمونه. بالای چی؟ فقط برعکس کرده، پس این که نزولی میشه، این میشه چی؟ سعودی. بله، به همین سادگی، به همین سادگی. نگاه کن عزیزم یه بار دیگه بگم، آقا من از کل تابع که نمیخوام مشتق بگیرم، من تکلیفم فقط نمیدونم این. اگه فردا روز رفتی عزیزم، رفتی دیدی براکت 1 به روی x3 منهای 6x2 x میل کنه به سمت 6 از چپ یا راست، نمیخواد فاکتور بگیری بعد 6 رو بذاری ببینی مثبت یا منفی، اصلا این کار رو نکن. تو یه 6 سریع مشتق بگی آقا 3x2 منهای 12x6 بذارم 3 تا 36 تا میشه 100. خب این مثبت شد، 6 گذاشتم مثبت شد، این تابع سعودیه، برعکسش میشه چی؟ نزولی. معکوسش کرده میشه یه تابع نزولی در اون نقطه، در اطراف اون نقطه، در همسایگی اون نقطه. بچه ها x2 رو مشتق گرفتم، یه عدد منفی گذاشتم توش، 2x منفی 1/2 بذار منفی میشه، خودش نونه، x2 خودش یه نون بذار، تموم شد. برو ببین آقا معکوس کرده، ارده تو مخرج، قرینش هم کرده، پس همون نزولی میمونه، فقط معکوس کرده پس سعودی شد. خیلی قشنگ و تمیز. آقا خود منفی 1/2 بذار تو این، چون نونه نزولیه مخالف عمل میکنن. این که گفته کمتر تو میگی بیشتر، سعودیه گفته کمتر اونم میگه چی؟ کمتر، چون سعودی موافق عمل میکنه دیگه. بچه ها نگاه کنیم اینو، آقا منفی 1/2 من بذارم تو صورت من. فقط قبلش بگم عزیزم، بچه ها اگر کسی در یک سوالی براکت و قدر مطلق ببینه توی حد یا مشتق، حتی اول باید تکلیف اونا رو روشن بکنه. چطور؟ براکت رو باید تعیین مقدار بکنه،
قدر مطلق رو باید تعیین علامت بکنه عزیزان، تعیین علامت بکنه. پس براکت رو باید عددش رو در بیاره جایگزین کنه، قدر مطلق رو باید ببینه توش علامتش چیه، بعد ببینه اگر مثبت شد خوبه خودش رو میذاره، پس اگر مثبت شد خوبه خودش رو میذاره، اگر منفی شد توش قرینش رو بذاره، قرینش رو بذاره، قهره با من، با من قهره، میخواد هرچی شد بده قرینش کنه برای من. پس اگه منفی شد بده قرینش کن، اگه مثبت شد اصلا قدر مطلق لازم نبوده. بهت بگن قدر مطلق 6 میگی چی 6؟ بهت بگن قدر مطلق منفی 6 نگی منفی شو برمیداره مثبت میکنه. اصلا همین الان عادت کن بگو قرینش میکنه، قرینش میکنه. مثل این که به دانش آموز میگه آقا قدر مطلق در واقع رادیکال 3 منهای 2 چی میشه؟ دانش آموز میگه خب مثبت میکنه دیگه، فله ای میندازه مثبت مثبت. نه عزیزم، ببینین عدد مثبت یا منفی حاصلش. رادیکال 3 منهای 2 یعنی رادیکال 4. خب رادیکال 4 بیشتره دیگه، منفی حاصلش، عدد بزرگتر منفیه، پس این عدد منفیه. جوابشو کار ندارم میشه چند ها، چند و چند ها و اینا، نه فهمیدیم یه عدد چی شد؟ منفی. حالا که عدد منفی شد چیکارش میکنم؟ خوب نگاش کن، قدر مطلق رو حذف میکنم و کلن اینو قرینش میکنم، یعنی میگم منفی رادیکال 3 به علاوه 2 یا 2 منهای رادیکال 3. عادت داره سازمان سنجش معمولا چیکار میکنه؟ اعداد مثبت رو توی گزینه ها اول می نویسه. خب پس بچه ها حتی قدر مطلق رو هم فهمیدیم که باید چی کار بکنیم. اگه براکت دیدی مقدارش رو مثل این الان بذار، اگه قدر مطلق بود که الان میریم جلو می بینیم علامتش به مثبت شد خودش خیلی خوبه، مثبت شد اصلا قدر مطلق نمیخواسته بذاره. اگه منفی شد حواست باشه قدر مطلق باید علی‌الحال بره کنار، اگه منفی شد قرینش رو بذاره. اینجا رو نگاه کن عزیزم، اینجا رو نگاه کن. من خود منفی 1/2 میذارم به توان 2 میشه چی؟ من اینا رو پاک کنم که اینجا راحت بتونم بنویسم. آقا من خود منفی 1/2 رو قرار میدم اینجا میشه 1/4. 3 به روی 1/4 میشه 12. این گفته چیتر؟ کمتر. چون سودی شده اونم باید بگی کمتر. بچه ها میشه چند؟ از 12 کمتر عرض کردم بیا این ور، از 12 کمتر میشه 11. پس این کلن ورش دار بذار 11. اینو ببین عزیزم، اینو ببین، منفی 1/2 بذاری میشه 1/4. منفی 2 به روی 1/4 میشه منفی 8. حالا چی؟ این گفته کمتر، تو برعکس چون نزولی شد، مخالف اون بگو، ساز مخالف بزن. وقتی دیدی که تابع نزولی شده تو ساز مخالف بزن، بگو اه؟ تو میگی کمتر، من میگم بیشتر، تو میگی بیشتر، من میگم کمتر. تابع سعودی، من خدا میگه هرچی تو بگی، تو میگی بیشتر، تو میگی کمتر، منم میگم کمتر. الان دیدید که این شد 12، این گفت کمتر، میگه باشه آقا منم از 12 کمتر جزء سهم میفته تو 11. پس با این از منفی 8 بیشتر، بیا الان منفی 8 رو تصور کن، اینم منفی 8. از منفی 8 بیشتر یعنی اینجا میفته تو خود منفی 8. پس پایینم تکلیفش مشخص شد، چند شد؟ منفی 8. بچه ها پایین 11، بالا 11، پایین چی؟ منفی 8. این دوتا رو جایگزین کن یه لحظه. 11 با منهای 6 میشه چی؟ 6. 16 ایکس بروی. اینو ببینیم چی شد، چند شد بچه ها؟ در واقع منفی 8 با منفی پشتی مثبت 8. پس این که منفی 8 شد با منفی پشت میشه چی؟ مثبت 8. بچه ها ایکس میل میکنه به سمت منفی 1/2 چیتر؟ کمتر. به به چقدر قشنگ بچه ها. الان توی این سوال من براکت دارم یا جزء سعی که نیاز باشه کمتر بیشتر مؤثر واقع بشه؟ هیچ کدومش. حالت سوم صورت میشه یه عدد پایین 0، تکلیفش باید مشخص بشه، عدد به روی 0 حدی که جواب میشه بی نهایت. بچه ها حد بی نهایت من مبحثم نیست امروز، حد در بی نهایت و حد بی نهایت که دوتا
مجزا هستن، یکی x به b نهایت میل میکنه، y میشه یه عدد، یکی مثل این x به یه عدد میل میکنه، y میشه بی نهایت، که خیلی زیبا در واقع خیلی قشنگ دوتا مپسش که قشنگ دوتا سوال تو کنکور میاد ازش براتون حل میکنیم. ولی فقط در این حد بدونیم که آقا جان عدد بر روی یه عدد خیلی کوچیک جواب میشه خیلی بزرگ، علامتش هم اینا تعیین میکنن. همین الان بگو دو به روی یک دهم میشه چند؟ یک دهم برعکس میشه، میشه ده، در اون ضرب میشه بیست. دو به روی یک صدم میشه چند؟ برعکس میشه، در اون ضرب میشه، میشه چند؟ دیویست. هرچی اینو کوچولوتر کنی اینه بیشتر میشه. این تقریبا اگر به صفر میل بکنه، کوچولو کوچولو، خود صفر نه، این خیلی خیلی چی میشه؟ بزرگ و گنده میشه. اینجا رو ببین عزیزم، برو منفی یک دوم تو بذار یه مقدار چیتر کمتر. این تابع یه تابع چیه؟ سعودیه. پس بچه این مقدار چون سعودیه با این موافق عمل میکنه، خود منفی یک دوم میذاره میشه منفی اش با اون میشه صفر. چون این گفته کمتر، تو هم میگی چی؟ در واقع از صفر کمتر. اگه میگفت از منفی یک دوم بیشتر، تو هم میگفتی از صفر بیشتر، یعنی موافق با هم عمل میکردم بچه. صورتم که منفی یک دوم بذارم میشه چند؟ ده تا منفی یک دوم میشه منفی پنج، به اون میشه یک. عدد به روی صفر حدی، این منفی اون مثبت میشه منفی بینا. آقا پس عدد به روی صفر حدی میشه بی نهایت، یعنی اگه مثبت باشه این منفی میشه منفی بینا، اگه این منفی باشه این مثبت بازم میشه منفی بی نهایت، جفت مثبت باشن میشه مثبت بی نهایت، جفت منفی باشن میشه مثبت بی نهایت. پس شبیه به عدد دیگه، دو تا عددن، علامتاش هم قاعدتا پیروی میکنه علامت این از علامتای این دو تا عدد مبارک. خب بچه اینجا رو ببین عزیزم، یه تست دیگه شبیه به این دوست دارم خودت تو منزل هر داری و سریع جوابش رو ببینی چی میشه. 16x منهای 16x منهای منفی 2 به روی x2 بر روی 24 به علاوه براکت 6. آقا پس شد 16x منهای براکت منفی 2 روی x2 به اضافه 24x به علاوه تقسیم بر 24x به علاوه براکت 3 روی x2. آقا من نمیخوام زیاد کامل حلش کنم، فقط یه لحظه، یه لحظه فقط نزولی سعودیش و نونوساتش رو معلوم کنیم. آقا x2 تابع x2 به ازای یه عدد منفی مشتق بگیر میشه 2x، به ازای یه عدد منفی، منفی میشه یعنی نزولی میشه، این که نزولی برعکسش سعودی. دو بار، یه بار برعکس کرده یه بار قرینه، این همون در واقع نزولیش باقی میمونه. آقا خود منفی یک دوم تو بذار اینجا، هر چی شد این گفته بیشتر از اون بیشتر میشه، اینجا بذار هر چی شد این گفته بیشتر تو بگو کمتر، به همین سو. این هم 1400 بود، فقط اعدادش فرق میکنن، تست عملا در واقع همون تست هستش بچه. 1400 تجربی رو ببینید، ببینیم میتونیم توی 30 ثانیه حلش بکنیم یا نه. بچه توابع مثلثاتی رو که تو مثلثات کامل توضیح میدم بهتون از کجا بفهمیم در چه بازه سعودی نزولیه، توی سینوس و کوسینوس فقط در همین حد بگیم آقا دایره مثلثاتی رو در برای سینوس و کوسینوس باید حفظ باشیم، مقدارش رو در این چهار جایگاه اصلی که نقاط مرزیت هستن، برای سینوس x در زاویه 0 درجه میشه 0، روبروش هم 0. آقا هر جا 0 شد روبروش هم چنده؟ 0. هر جا مثبت 1 شد روبروش چنده؟ منفی 1. اینجا 0 اینجا هم 0، بالا 1 پایین منفی 1. همه دیگه میتونن بفهمن در ربع اول تابع سینوس سعودی یا نزولی، در ربع دوم سعودی یا نزولی، همینطوری. نگاه کن عزیزم، آقا پیششم یعنی 30 درجه در ربع اول تابع سینوس داره چی میکنه؟ مقدارش رو نگاه کن، اول صفر بوده رسیده به یک، از صفر بری به یک مقادیر داره صعود میکنه دیگه، پس این صعودیه. ضریب مثبت تأثیری نداره، جمع و تفریق شدن با یه عدد هم تأثیری نداره. پس نگاه کن عزیزم، اگه در یه عدد مثبت ضرب شده بود تأثیری نداره، جمع و تفریق با عدد مثبت یا منفی هم مهم نیست. بچه یادتونه یک روی x2 خودش برای اعداد منفی چی بود؟ منفی 2 مشتق گرفتیم شد 2x، منفی گذاشتیم منفی شد، پس نون شد نزولی. الان این نزولی برعکسش شده سعودی. آقا این الان سعودیه، خب
من دو برابر اگه بکنم منهای 6ش هم بکنم یا به علاوه 7ش هم بکنم هیچ فرقی نداره، یعنی تابع عملا رفتارش تغییری نمیکنه. پس حواستون به این دو تا نکته مهم باشه. اینجا رو ببین عزیزم، تابع من چی شد؟ ساد شد یا نون بچه‌ام؟ ساد. پس تموم شد رفت. خود پی شیشم رو بذار 30 درجه میشه 1 دوم، دو با دو میخوره میشه 1، 1 منهای 1 میشه 0. این گفته کمتر، منم میگم کمتر. آقا براکت از 0 کمتر، این 0 این 1 اینم منفی، از 0 کمتر میفته تو چند؟ منفی 1. به همین سادگی کنکور 1400 بود بچه‌ها، هیچ چیزی نداشت که بخواد دانش آموز بترسه ازش. بچه‌ها تستای سراسری به این صورت هستن، نگاه کنید ظاهرشو، نگاه کنید ظاهرشو ببینید. خب عزیزم تست سراسری ظاهر ساده است، ببین داخلش یکی از نکات شاید هم ترکیبی با تابع نهفته باشه که قطعا شکی درش نداشته باشید. بحث صعود و نزول بسیار بحث مهمی هستش. بچه ها من میرم یکمو میذارم. هوپیتال الان چه به دردمون میخوره؟ دانش آموز دوست داره حد میبینه کس سری هوپ بگیره. هوپیتال سری مشتق صورت مشتق مخرج. نگاه کنیم الان صورت که میشه یه عدد، اصلا شک نکن اگه براکت یا قدر مطلق ندیدی خیلی ساده و روان، اگه میبینی چپ و راست گفته سریع مطمئن باش با حد در بی نهایت سر و کله داری میزنی. ببین یعنی جواب حد قرار یکی از این دوتای آخر بشه، مثبت منفی بی نهایت. آقا سریع ببین اینجا رو، اگر من بالا 1 بذارم میشه 6، پایین گفتم دیگه 1مو میذارم ببینم با چی سر و کله دارم میزنم. 1 بذارم 1 با منفی 4 میشه منفی 3، با 3 میشه 0. شد چی؟ صفر. اما صفر حدیه چون براکت نداره که بگم خود صفره، یا اون حالت دیگه که علی منهای علی بود. آقا اینجا رو نگاه کن، من نمیدونم بیشتر یا کمتر، همین سوالم همینو فقط از تو میخواد. از کجا بفهمم؟ تجزیه بسم الله، برو تقسیم بر x منهای 1 کن ببین چقدر طول میکشه. تقسیم بر عامل صفر کننده، یه لحظه مشتقشو بگیر فقط ببین سعودی یا نزولی. مشتقشو بگیر عزیزم، مشتقشو بگیر. 3x دوی منهای 8x، خود یک تو بذار میشه منفی 5. نون مناس تموم شد رفت. تابع تو در اطراف 1 در واقع نزولی بوده. این گفته از 1 بیشتر، من میگم از 0 کمتر، پس جواب میشه منفی بی نهایت عزیزم. به همین سادگی. بچه ها من یه تستم از خودم طراحی کردم، خب چون در گذشته های خب بسیار دور زمانی که امیرکبیر درس میخوندم، من در واقع کارشناسی هوافضا، اون موقع ها خب من خیلی زیاد اوایل با طرح سوال تو آزمونه آزمایش، اون موقع اندیشه سازان بود که خب دیگه 10 سال به رحمت خدا رفته و پخش شده به مؤسسات دیگه. ببینید سوالای طرح میکردم که در واقع یه مقدار حالت کتاب درسی رو داشت ولی توش نکته جالبی نهفته بود. نگاه کن عزیزم، نگاه کن این سوال رو ببین. براکت 2 کوسینوس ایکس به علاوه رادیکال 3، اگه ایکس بخواد میل بکنه به سمت 5 پی 6 رو یه مقدار کمتر چی میشه؟ همین رو میتونه بده در قالب چی بچه ها؟ این ببین میتونه بده تو قالب 1/2 این x میل میکنه مثلا 5/6 کمتر. یعنی تو فقط به من بگی جوابش میشه، حالا چون صفر میشه اگه بذاریم مثبت میشه یا منفی. آقا من سریع بزنم کوسینوس رو دایرهش رو بلد باشم، اینجاش یک تموم، اینجا منفیه که خب بقیه باید صفر باشه دیگه. 5/6 از پی کمتره دیگه، در این روب آقا از صفر کوسینوس داره میاد تا منفی 1، از صفر بیای به منفی نزول داره میکنه دیگه. تموم شد رفت. ضریب مثبت، اینم که مهم نیست جمع و تفریق. پس یه نون بنداز تموم، خود 5/6 بذار توش. میدونیم که کوسینوس در ربع دوم، حالا تو مثلثات کامل میدیم، منفی هستش، مقدارش هم با خود این آقای برابره. اگه 200 تا یا
یا مثلا 437 تا پیشیشو من بگه بازم مقدارش همینه ها. فقط علامتش مهمه که تو باید ببینی ربع در واقع برای کوسینوس ببینی دست راست یا چپ، برای سینوس ببینی بالاست یا منفی، که تو مثلثات کامل خدمتتون عرض میکنم. آقا سریع اینجا رو ببینم چی شد. آقا مقدارش با پیشیشو من عرض کردم برابره که 30 درجه میشه رادیکال 3 دون با علامت منفی. آقا 2 by 2 ساده منفی رادیکال 3 و رادیکال 3 میشه 0. حالا این گفته کمتر چون نزولی بود، تو میگی بیشتر، شد مثبت بی‌نهایت، عدد به روی 0 حدی. و قاعدتا بحث حفرمون رو داشتیم که اول کلاس خدمتون اشاره کردیم که من یه تست کوچولو هم از 0-0 دارم و براکت و جزء سعی با هم داره. اینم با هم تماشا کنیم عزیزم ببینیم. من باشم میگم این تست خیلی روال خوبیه برای سراسری 1401. هم دانش آموز تادید نمیتونه اوپیتال بگیره، اول بعد تکلیف قدر مطلق و براکت رو مشخص بکنه، بعدم یه هوپ ساده میگیره یا میره. خب دانش آموزی قاعدتا بلد نباشه که فکر نمیکنم دانش آموزی باشه که اوپیتال بلد نباشه، میره بر عامل صفر کننده است تقسیم میکنه چون درجه 3. ببین عزیزم میگه لیمیت براکت ایکس توی منهای 2x در ایکس منهای 2 به روی قدر مطلق ایکس 3 منهای 13 ایکس به علاوه 18 ایکس میل میکنه به سمت از 2 کمتر. آقا وظیفه ما اول قبل از هر کاری تکلیف براکت رو و قدر رو مشخص بکنیم. آقا از 2 کمتر میخوام بذارم تا خب ببینید بچه ها همش برمیخوریم این که دقیقا باید تکلیف این عدد رو معلوم کنیم که اگه 2 میذاریم میشه 4 منهای 4، از 0 بیشتر میشه یا کمتر. خود 2 رو بذار ببین بحث سودی نزولیش. آقا مشتق بگیریم میشه 2x منهای 2، 2 بذاری یه عدد مثبت شد، پس سعود کردیم. دیدی؟ این چی؟ دو رو که بذارم میشه 26، اینم 8 و 18 26. بچه ها 26 منهای 26 0 میشه، نمیدونم مثبت یا منفی، نگاش کن. مشتق بگیر 3x توی منهای 13، 2 رو بذار شد 12 منهای 13 منفی شد، نون بذار شلوش. مشتق که منفی بشه تابع تو اون نقطه نزول داره میکنه، مشتق اگر مثبت شد این تابع در اون نقطه چون مثبت شده داره صعود میکنه، سات بذار جلوش و تمام مسئله حل تقریبا. نگاه کن عزیزم، نگاه کن اینجا رو با من همراهشو ببین. بچه ها من برم خود دو رو بذارم، 4 منهای 4 میشه 0، ساد داره پس این خودش موافق عمل میکنه، این کمتر این هم کمتر میشه منفی 1. از 0 نگاه کن، این 0 این 1 بچه ها، از 0 کمتر میفته تو منفی 1. بیام اینو ببینیم، گفته بود از 2 کمتر. بچه ها از 2 کمتر، خود 2 رو گذاشتم گفتیم 26 منهای 26 میشه 0. خب نگاه کن عزیزم این گفته چی؟ این نزولیه، این گفته از 0 این از 2 کمتر، تو میگی چی؟ از 0 بیشتر، یعنی خیلی میخوره توش. دقت کردید؟ اگه نزولی باشه که گفته تابع نزولیه. دقت کردی عزیزم؟ پس چی شد؟ من برای اینکه بفهمم توابعی که درجه شون 1 نیست خطی نیستن که با ضریب x فوری بگم این الان مثبت سعودیه، نه اون فقط برای درجه 1 هاییه که خودش یا درجه یک یا برعکس کرده تو مخرج درجه یک میبینه، هر چی دیگه غیر اینا ببینه فقط مشتق بگیر. آقا اینو ببینم، این الان مشتقش 2x منهای 2 2 گذاشتم شده مثبت، شده 4 منهای 2 2 شده 2 2 عدد مثبت سعودیه. اینو مشتق گرفتم شده 3x توی منهای 13 2 گذاشتم شده 12 منهای 13 عدد منفی، پس نزولیه. حالا خود 2 رو تو این بذار که میشه 0، این گفته از 2 کمتر، تو همچون سعودیه بگو از 0 کم، هر چی این گفت، این گفت کمتر تو هم بگو کمتر. اینجا رو ببینیم این نزولی شد، این گفته از 2 کمتر، من 2 گذاشتم شد 0، پس میگم از 0 بیشتر، پس یه عدد مثبت. بچه ها خوب گوش بده، برای قدر مطلق فقط کافیه که تو اعلام بکنی که داخلش مثبت شد یا منفی. الان داخل قدر مطلق یه عدد چی شده؟ مثبت. پس می‌نویسی خودش میشه بچه‌ها، خودش میشه خ گذاشتم،
پس اینو خودشو می‌نویسیم، اینم عددشو می‌نویسیم. چند شد؟ منفی یک. یعنی من اینو می‌نویسم، نگاه کن عزیزم، اینجا رو ببین، می‌نویسم لیمیت منفی یک رو من در این ضرب می‌کنم، منفی x به علاوه 2. اینم خودش x منهای 13 x به علاوه 18. حالا x میل میکنه به سمت 2. یه لحظه وایست من ببینم از اون عدد بروی صفر است که باید در 2 ببینم دقیق بیشتر یا کمتر بگم. 2 بذارم میشه 0، پایینم 0. لازم نیست عزیزم چه گفته باشه بیشتر چه کمتر، 0 0 رو معدی شده که با یه هوپ جواب کار رو به دست میاریم. یعنی از صورت مشتق میگیریم میشه منفی 1، مشتق x میشه 1، ضریبش هم باید باقی بمونه. x به توان 3 میشه 3 تا x به توان 2، منفی 13x هم که میشه منفی 13. x میل میکنه به سمت 2، 2 که بذاری میشه منفی 1 بروی منفی 1 که میشه 1. پاسخ صحیح ما عدد 1 هستش. بچه ها اگر تستی بهت داد عزیزم که چی بود؟ به صورت صفر صفرومی که رادیکال داره که میدونم اکثر بچه ها بلدن که حتما توی کلاس، تو کلاس نکته ای که از در واقع ادامه این رو بعد شما حتما داشته باشید. پس مفهوم عدد رو فهمیدید، وارد مسائلش و به اضافه تعریف پیوستگی رو در عرض یک دقیقه که چه تابعی پیوسته است. ضمناً یه تابع در یه نقطه زمانی حد داره که بحث در واقع حد پذیری، حد داشتن یا نداشتنش بحث میکنیم. الان فقط سوالاتی رو که گفته لیمیت این تابع رو x میل میکنه به سمت یه عددی مشخص بکنید، سوالاتی از قبیل اینجا رو داشته باشیم که بدونیم قرار کار رو چطوری ادامه بدیم. گفته fx برابر است با منفی 3 به ازای اعدادی که عضو زدن و 7 اعدادی که عضو زد نیستند. گفته حاصل لیمیت اف ایکس، ایکس میل میکنه به سمت پی، به اضافه لیمیت اف ایکس، ایکس میل میکنه به سمت 5. پس قراره انشالله برای جلسه آینده با این تست ها که وارد فضای حد چپ و راست، تعداد نقاطی که در یه بازه حد داره، چه تابع در یه بازه در چه صورتی حد داره، در چند نقطه در واقع پیوسته نیست، نگاه کنیم اینو. من با این سوال خاتمه میدم و با همین سوال و با این سبک سوالات که چند ضابطه‌ای میشه و سوالاتی که تو سراسری اومدن لولش هم میبریم بالاتر. فقط یه لحظه نگاه کن آقا اینو چند نفر میتونن جواب بدن ببینن چند میشه. من گزینه ها رو میگم بهتون، قول میدم همین الان بیشتر از 80% پاسخ اشتباه بدن بچه‌ها بهش. گزینه ها رو ببین، گفته میشه 10 منفی 6 14 یا 4. بچه‌ها این تست رو با خودتون ببینم میخواد چند بگید. سراسری یعنی این، تست سراسری و تست کنکور یعنی این، یعنی میره قشنگ از دل کتاب درسی تمرین رو برمی‌داره، یه مقدار روش کار میکنه، میاد شست و رفته بهت میده. اینجوری میگه خب x میل میکنه به سمت پی، پی که 3 عدد صحیح و 14 دیگه، 3 و 14 الاخر این که یه عددیه صحیح نیست، پس میشه 7. اینم که صحیحه، x میل میکنه به سمت 5، یه عدد صحیح میشه منفی 4. خب این که شد 7، اینم که شد چی؟ منفی 3 باشه، منفی 3 که میشه چی؟ 7 منهای 3 که میشه چند؟ 4. پس دانش آموز میاد میگه x میل میکنه به سمت p، یه عدد صحیح نیست، خب به ازای عدد صحیح گفته منفی 3، این عدد غیر صحیح 7. اینم که صحیحه، x میل میکنه به سمت 5، منفی 3 میشه 4. غلطه آقا. خیلی جالبه، با یه انرژی قشنگ کلاس رو تموم کنیم ببینم چیکار میکنید. رسم شکلش بچه ها اینه، به ازای اعداد صحیح فقط میشه منفی 3، یعنی 1 بدی میشه منفی 3، 2 بدی میشه منفی 3، 3 بدی منفی 3، منفی 1 بدی منفی 3، همینجوری فقط اعداد صحیح 1 2 3 4، همون آقا 5 که از شما خواسته بود
به ازای اعداد غیر صحیح، بچه ها به ازای اعداد غیر صحیح میشود 7. یعنی اینا که خالیه دیگه مقدارش 7، فقط 4 نه، 7، فقط 3 نه، 7، 2 نه، 1 نه، اینا همه چی؟ 7. خب خودت کوی لحظه برو به سمت 5، برو به سمت 5 که یه عدد صحیح هم هست. ببین ایگرگت به چی نزدیک میشه؟ آقا من بیام به سمت 5، از راست بیام، خب آقا این نقطه نزدیکای 5، خب مقدار ایگرگش 7، بیا نزدیکتر، ایگرگش 7، بیا نزدیکتر 7، بیا نزدیکتر 7، بیا تا کجا، تا هر چی تونستی نزدیک بشه. خودش نه، خودش نه، خودش نه، خب جواب داره به 7 نزدیک میشه. از چپ بیا، از چپ بیا، از چپ بیام به 5 نزدیک بشم میشه به 7 نزدیک میشه، بیا نزدیکتر بازم 7، بیا نزدیکتر بازم 7، بیا نزدیکتر بازم 7، بیا نزدیکتر بازم 7. بچه‌ها در حالت حدی این عدد یه عدد صحیح نیست، یه عدد صحیح نیست، یه عدد غیر صحیحه. ما اصلا خود 5 رو که کاری نداریم، گفتیم از 5 یا بیشتر یا کمتر، در هر دو صورتش صحیح نیست که در واقع میشه 7. این چی؟ اینم که اعداد در واقع غیر صحیح یا صحیح نداره در حالت عادی ایکس میل کنه سمت 3، عدد صحیح 3 و 14 صدم هم بری بازم به 7 نزدیک داره میشه. آقا پس یعنی چی؟ هیچ، نگاه کن، هر موقع در حد دیدی ایکس میل میکنه به سمت یه عددی، هر چی بگه تو برو با ضابطه ای که گفته عضو زد نیست سر و کله بزن. هیچ موقع عدد صحیح در حالت حدی ایکس میل نمیکنه به سمت یه عدد صحیح، بگو مثلا 4، لیمیت تابع اف ایکس میل میکنه به سمت خود 4، اینجا که نمیاد بگه خود 4، این میگه به 4 میل میکنه، یعنی هیچ موقع خود 4 نیست، پس این عدد صحیح نیست، یا از 4 بیشتر یا از 4 کمتر، که در هر دو صورتش عضو زد نیست و میشه 7. پس در حالتی که سوال بهتون دادن، هر موقع دیدید عضو زد داره بندازش کنار، تو حد ما به دردمون نمیخوره، توی عضو غیر زد بجا، چه این چه این، هر چی دیگه بده جوابش میشه 7، یعنی 20 از اینا بده 20 تا 7 میشه، میشه 140. پس 7 و 7 و میشه جوابش 14. در هر دو صورت عضو زد نبود این عدد، و در حالت حدی همیشه به هر آقا بیا به سمت هر عدد صحیح ایگرگت به 7 نزدیک میشه. خیلی قشنگ بود، مفهومش واقعا زیبا بود، امیدوارم استارت حد رو زدیم و در نقطه و تست آینده قرار کلن هیچ سوالی نباشه در بحث حد و پیوستگی که رو زمین بمونه، یعنی دیگه دانش آموز رفت سر هر کتاب تستی آزمون آزمایشی. من از 15 تا مؤسسه کشور که دارن آزمون آزمایشی طراحی میکنن، خب گاج و گزینه و سنجش و در واقع قلمچی رو همه میدونیم، ماز، فورتیک یا ریاضیست، هلی سنج، نشانه، لوئیس، خیلی خیلی مبتکران غیر اوزاگ همه هستش که در سطح بالاتری از آزمون آزمایشی دیگه است و سطح کنکور هم یه مقدار بالاتره، ولی خب تا حدودی میشه یه قسمتیشو گرفت و استاندارد سازی کرد برای سراسری و ترکیب از 1499 که قطعا 1401 این خواهد بود. اصلا ساده نیست، اصلا هم سخت نیست، در یک کلام مفهومیه و میشه تو این وقت باقی مانده در واقع یه مقدار به درصدمون جون بدیم و ما سعی میکنیم این کار رو براتون بکنیم. همه بچه هایی که درصد بالا میزنن از 50-60-70-80 حتما نکته و تست رو توی بحث حد و پیوستگی شرکت بکنن، 100% به دردتون میخوره، زمانش رو متعاون اعلام میکنیم، با امید خدا بعدش وارد مشتق و کاربردش میشیم که میدونم الان بحث مدارس و دغدغتون هستش که سریع بهش میرسیم که بتونید تو آزمونام خودتون نشون بدید، درصداتون رو بفرستید، خوشحالمون کنید و پیشرفتتون رو ببینیم. و وظیفه ما فقط همینه، به همین عشق من مهندسی هوافضام رو از امیرکبیر گذاشتم کنار و مخلص، یعنی در بس کامل داریم برای دانش آموز سوال تر میکنم، دارم جزوه براش مینویسم، هر چی که بتونه کمکش بکنه تا یه دانش آموز رو بیاره به اون درصدی که واقعا لایقش هستش. همتون رو میبوسم، امیدوارم موفق باشید بچه ها، خدا نگهدار، یا علی.